بسم الله الرحمن الرحیم. مرا هزار امید است و هر هزار توی. شروع شادی و پایان انتظار توی. دوستان آلایی سلام. ایشالله هر جای ایران زمین هستید حالا دلتون خوب باشه. بچه در ادامه تابع، آخرین بازمانده تابع قدر مطلق رو میخواییم بررسی کنیم. قدر مطلق خیلی جذابه، خیلی نکات باحالی داره و همچنین سراسری 98 رو تو این قسمت براتون حل کردیم. با ما همراه باشید. تابع قدر مطلق. بچه ما در مورد توابع بحث کردیم، گفتیم توابع مفهومشیه، توابع همانی و ثابت و جزء صحیح و علامت. آخرین بازمانده از این خانواده قدر مطلقه. ببینید قدر مطلق، من بچه معمولا نقطه نمیذارم، پیش میاد دیگه این داستانا. آقا قدر مطلق چیه؟ یه توابعیه که حساسیت داره به یه چیزی، به علامت حساسیت داره. چه علامتی؟ علامت منفی. آقا علامت مثبت هیچ حساسیتی نشون نمیده. جزء صحیح، تابع جزء صحیح به چی حساسیت نشون میداد؟ به اعداد غیر صحیح. به اعداد صحیح حساسیت نشون نمیداد. قدر مطلق حساسیت داره به چی بچه‌ها؟ به علامت منفی. پس بهش میگیم تابعی هست که چیکار میکنه بچه‌ها؟ به علامت حساسیت نشون میده. در واقع علامت رو تغییر میده، تغییر علامت ایجاد میکنه در ذات منفی. یعنی آقا به مثبت ها کاری نداره، میگم نه، تغییر علامت در ذات منفی ایجاد میکنه. نگاه کنیم مثال عددی بزنیم، مثلا قدر مطلق و چند تا قدر مطلق بذاریم و با هم دیگه بحث کنیم. آقا قدر مطلق عدد 3، نه بگو رادیکال 3، عدد منهای رادیکال 3، عدد 1 منهای رادیکال 3 و عدد رادیکال 3 منهای. من میخوام در مورد این دیوار که دور این اعدادو گرفته و ما اسمشو گذاشیم قدر مطلق با هم بحث کنیم. ببین توی این دیوار یا ذات تو مثبته یا ذات تو منفیه، مشخصه دیگه. آقا این مثبت، این منفی. اگر مثبت باشه هیچ تغییری نمیده، پرتش میکنه میاره بیرون، میگه آقا تو اصلا اشتباه منی برادر من، بیا بیرون، رادیکال 3 میاد بیرون. اما به این چیکار میکنه؟ حساسیت ایجاد میکنه. نگاه کنید داشتی قیافشو، حساسیت داره. حساسیتش چیه؟ میگه باید مثبت بشه. آقای منفی، من تو رو چجوری مثبت کنم؟ عجیب مجی که نمیتونم بگم تو مثبت بشی. پس میام توی منفی ضربش میکنم که منفی در منفی بشه مثبت. پس میشه منهای رادیکال 3 که میشه مثبت رادیکال 3. بچه ها یه دفعه اینو دیدن، آقا این تیکه شد، حواسشون نبوده، دقت نکردن تو کلاس. حالا بعضی وقتا دو جمله، سه جمله، تعدادی جمله است، شما بعد حاصلش رو حساب کنی ببینید داخلش ذاتش مثبت یا منفی. رادیکال 3 میشه یک و خورده ای. بچه یک منهای یک و خورده ای منفی ایجاد میکنه، یک و خورده ای منهای یک مثبت. حالا داستان چی بود؟ تغییر علامت در ذات منفی. آقا این ذاتش منفی، علامت رو تغییر بده، یعنی توی منفی چیکار کن؟ ضربش کن. یک منهای رادیکال 3 مثل بالایی میشه منهای یک به علاوه رادیکال 3. چه دانش آموز اگر دقت کنه به حرف من راحت تره. اگر دید ذاتش منفی شد مقاومت نکنه، اینو بکنه منفی، اینو بکنه مثبت، علامت رو عوض کنه. بعدی ذاتش یه بچه ها مثبته، به مثبت کاری نداره، میگه خیلی با احترام تشریف بیارید بیرون. یعنی همون رادیکال 3 منهای یک ایجاد میشه. آقا ببخشید این عدده عوض نمیشه؟ جواب خیر، توی قدر مطلق علامت عوض میشه. اوکی، خیلی گلابی شیک و مجلسی فهمیدی. حالا این قدر مطلق میاد توی رسم. ببینید توی رسم چه داستانی داره. ببینید شما این تابع رو یاد گرفته بودی به نام تابع ایگرگ مساوی ایکس. بچه ایگرگ مساوی ایکس رو همه تو ملدید، بهش میگفتی نیم ساز ناحیه اول و چندم بچه ها سوم. تابع ایگرگ مساوی ایکس نیم ساز ناحیه اول و سوم. دقیقا من نقطه صفر رد میشد، بیا این هم نقطه آبی صفر. آقای امینی اگر ما بیایم اینجا یه قدر مطلق بندازیم روی این ایکس چه اتفاقی میفته؟ میگم داستان همینه دیگه، به ذات منفی گیر میده. آقا چی جوری؟ داستان چیه؟ میگم آقا
از این نقطه تا این ور همه ایکسای شما نگاه کنید بچه ها، تمام ایکسای شما به رنگ دیگه میدن، تمام ایکسای شما اوکی هست، همه مثبت هست، میبینید؟ اما تو این قسمت قرمزه همه ایکسای شما چی هستن بچه ها؟ نگاه کنید منفی هستن. پس این حساسیت داره به این قسمت، به این قسمت حساسیت نداره. به خاطر اینکه اشتباه نکنیم ما میایم تاور رو میشکنیم. تاور رو چیکار میکنیم؟ میشکنیم. اصطلاح تو قدر مطلق میگن ریشه قدر مطلق. بچه‌ها ریشه این عبارت چقدره؟ دقت کنید x مساوی 0 دیگه، نه؟ ما تو اینجا میشکنیمش. یه بار میگیم x های بزرگتر مساوی 0، یک بار میگیم x های کوچکتر است. اگر شما تو این x های آبی باشید میگید آقا خودش با احترام میاد بیرون، نگاه کنید x. دیدید دیگه این مثلا اون رادیکال 3 با احترام اومد بیرون. اون رادیکال 3 منهای 1 با احترام اومد بیرون. خودش میاد بیرون. چرا؟ چون تو اون x های ذات مثبته. اما اگر تو این x های ذات منفی باشه، باید با یه منفی از این دیوار بیاد بیرون. پس میشه منهای x. اینو تو کتاب درسی به عنوان تعریف تابع قدر مطلق x دیدید. اوکی؟ خیلی سوال بودش که آقا ببخشید اگر تو امتحان اینجا رو به من بده x منهای 1، من از کجا باید بشکنم؟ میگم آقا از ریشه قدر مطلق. یعنی چی؟ یعنی از x مساوی 1 میشکنی به همین شیکی و مجلسی. یه بار x ها بزرگتر مساوی 1، یک بار x ها کمتر از 1. خب اچه اگه x های شما بزرگتر از 1 باشه، یعنی تو اون ور تو مثبت ها باشه، ناکه مثلا یه عدد بگی مثلا 5، این تو خودش میاد بیرون x منهای 1. اما اگه x شما کمتر از 1 باشه، مثلا 0، مثلا منفی 2، این تو منفی میشه، پس با یه منفی میاد بیرون. آره یا نه؟ اینا رو فهمید. حالا آقای امینی رسمش اتفاقی میافته؟ بله، اینجا رسم داستان داره. ببین اگه ذات شما مثبت باشه این میمونه، اما اگه ذات شما منفی باشه، اگر تو تابع یه منفی ضرب بشه قسمت‌های منفی پاک میشه و نسبت به محور x قرینه میشه. بچه تابه های قدر مطلق x دوتا چهره آشنا دارن، نگاه کنید دست منو، این و این. این دوتا رو عزیزان دل به یاد بسپارید، یه به علاوه اینجا بزن، یه به علاوه اینجا بزن. ببین قدر مطلق x دیدی دیگه شبیه 7 شد، بهش میگن تابه 7. یه منفی پشتش باشه، حواست به منه، یه منفی پشتش باشه، 7 نمیشه، میشه 8. من روش انتقال به شما یاد دادم، مثلا برید فیلم های قبلی رو ببینید، اگه اینجا 5 اضافه بشه سوار آسانسور میشه، 5 میاد بالا. اگر اینجا منهای 2 بشه این سوار آسانسور میشه، 2 تا میاد پایین. یادتون اومد؟ بالا پایین. اگر داخل بره چه اتفاقی میفته؟ مثلا بشه قدر مطلق x منهای 2. بچه یادتونه میگفتیم؟ بچه من گفتم با دست پاک نکنم، ولی دیگه الان تخت پاک کنم، اون بود حالش نه. بر حسب ریشه میریم، اگه اینو مساوی 0 قرار بدی ریشت میشه 2. میبینید بچه ها یا قرینه این عبارت مینوشیم، قرینه با پرانتز یادتون داده بودیم دیگه، حالا اینجا میشه 7، اینجا 0. اگه اینجا مثبت بود میومد توی منفیه، یادتون میاد؟ برخلاف اون علامت داخل پرانتز یا قدر مطلق چپ و راست میرفتیم. دوستانی که اینا رو این قسمت رو ندیدید برگردید رسم تابع درجه 2 رو از اول ببینید، همه این داستان رو گفتم. بعدی مثلا به دانش آموز میگم منهای قدر مطلق x به علاوه 2، آقا ریشه این میشه منهای 2 و به صورت 8، یا به عکس. میبینید بچه‌ها این هست، این شد مقدمه قدر مطلق. این طرف تو خیابون تو رو گرفت گفت بیا اینجا، گفت بیا اینجا بیا برای من قدر مطلق تعریف کن، بتونی تعریف کنی آقا مثبت منفی داستان چیه. یه موقع بچه‌ت ازت میپرسه بابا مامان قدر مطلق یعنی چی؟ آقا قدر مطلق یعنی این. حالا بریم مثال شما هم حل کنیم. صفا مثال شماره 1 گفته اگر اف ایکس باشه قدر مطلق 2 ایکس منهای 3، حاصل این دوتا عبارت رو به دست بیاد. خوب گوش کنه. ببینید ما اسم اینو میذاریم شماره 1، اسم اینو میذاریم شماره 2. من باید بنویسم مقدار این دوتا تابر رو به دست بیارم. این شماره 1، این هم شماره 2. بعد اینا رو با هم دیگه چیکار کنم بچه‌ها؟ جمع کنم.
خب میدونی بعد بریم به جو ایکسش رادیکال 2 به علاوه 1 بذارم. آقا قدر مطلق داره، فقط همین نکته رو فرق میکنه. نگاه کنی میشه دو تا به جو ایکسش چیزی بذارم منهای 3. حالا به جو ایکسش چی بذارم بچه‌ها؟ رادیکال 2 به علاوه 1. آقا این قدر مطلقه چی کار میکنه؟ آخرش معلوم میشه. بچه اینو تو این ضرب کنم میشه 2 رادیکال 2 به علاوه 2 منهای 3. ببینید 2 رادیکال 2 به علاوه 2 منهای 3 که خروجی اینم میشه منهای 1 دیگه. نه خب آقای امینی 2 رادیکال 2 منهای 1 داخل دیواره، داخل قدر مطلقه، ذاتش مثبت یا منفی؟ تخمین بزن. رادیکال 2 میشه 1 و 14 هم، 2 تا 1 و 14 هم میشه 2 و 8 هم، 2 و 8 هم منهای 1 ذاتش مثبته، پس خودش میپره میاد بیرون، میشه 2 رادیکال 2 منهای 1. گرفتی چی شد؟ به بقیه چی کار داری؟ آقا این عددش عوض نمیشه، جواب هزار بار تو قدر مطلق دست به عدد نمیزنیم، آن چیزی که در نهایت عوض میشه علامت. ببینید دو رادیکال 2 به علاوه 2 منهای 3، 2 منهای 3 شد منهای 1، 2 رادیکال 2 منهای 1 ذاتش مثبت شد، خودش اومد بیرون. بعدی قدر مطلق، قدر مطلق آقا دو تا یک عبارتی منهای 3، عبارت چی بود؟ رادیکال 2 منهای 1، رادیکال 2 منهای 1. خب اینجا به علاوه 1 بود، اینجا منهای 1، بچه‌ها ضرب می‌کنیم میشه 2 رادیکال 2 منهای 2 منهای 3، پس بچه‌ها اینم میشه منهای 5. بچه‌ها 2 رادیکال 2 منهای 5، رادیکال 2 رو گرفتیم 1 و 14 هم، 2 تا 1 و 14 هم رو گرفتیم 2 و 8 هم، 2 و 8 هم منهای 5 ذاتش اینجا چی میشه بچه‌ها؟ منفی میشه. اگر ذاتش منفی بشه علامتش عوض میشه، یعنی 2 رادیکال 2 میشه منهای 2 رادیکال 2، منهای 5 میشه مثبت 5، یا تو یه منفی ضرب کردم دیگه، مقاومت نکن، تمام خود دور بالا. اینجا شد چی بچه‌ها؟ شد 2 رادیکال 2 منهای 1. اینجا شد به علاوه که هیچی، منهای 2 رادیکال 2 به علاوه 5. دیدی چی شد بچه‌ها؟ منهای 2 رادیکال 2 به علاوه. دقت کنید بچه، اگه اینجا هم منفی بود یه منفی رو باید تو کل این عبارت ضرب می‌کرد، این میشد مثبت، این میشد منفی. حالا چون مثبت، مثبت تو هر علامتی ضرب بشه تغییر نمی‌کنه دیگه، یعنی منهای 2 رادیکال 2 به علاوه 5 هم میمونه. 2 رادیکال 2 با 2 رادیکال 2 قرین است، منهای 5 و منهای 1 به علاوه 5 میشه 4، پس حاصل ما شد چی بچه‌ها؟ 4. این از این. خب بریم مثال بعدی، تست شماره 2. بچه تست شماره 1 و تست شماره 2 هر دو تست کنکور بود، این داخل 96 این خارج 97. خب دوباره مثل همون مرحله 1 مرحله 2. مرحله 1 من باید 2 بذارم، پس میشه 2 رادیکال 2 به علاوه قدر مطلق 2، بعدی رو باید منهای 1 چهارم بذارم میشه منهای 1 چهارم رادیکال 2 به علاوه قدر مطلق منهای 1 چهار. بچه نگاه کنید فقط محاسبه، چی چیزی خاصی هم نداره، یه بار به جای x 2، یه بار به جای x منهای 1 چهار، 4 رو بعدا ضرب میکنم. خب این که میشه 2، 2 به علاوه 2 میشه 4، جذر 4 میشه 2، میشه 2 ضرب در 2 که جواب شما میشه 4. این از این، پس اینجا رو میتونم بنویسم 4 به علاوه 4 تا، حاصل این دیگه. ببین حاصلش چی میشه آقا؟ منهای 1 چهارم تو قدر مطلقه، خب میشه مثبت 1 چهارم، میشه 2 به علاوه 1 چهارم. بچه 2 به علاوه 1 چهارم مخرج مشترک 4، 2 4 تا 8 و 1 میشه 9 چهارم، جذر 9 چهارم میشه 3 دوم، پس میشه منهای 1 چهارم ضرب در، ضرب در چی؟ جذر 9 چهارم میشه 3 دوم. آره یا نه؟ خب آقا این هم میشه منهای 3 هشتم، منهای 3 هشتم منده بالا، منهای 3 هشتم. بچه شما میدونید 4 با 8 ساده میشه، این میشه به 4 1، این هم میشه 2، پس میشه جواب نهایی 4 منهای 3 دوم. خب آقا 3 دوم میتونی بنویسی 1 کنیم، بگی 4 منهای 1 کنیم، اشاری در بیاری یا نه مخرج مشترک بگیری، خب مخرج مشترک بگی میشه 2، 2 4 تا میشه 8، 8 منهای 3 هم میشه 5 دوم. اوکی
که میشه همون چقدر بچه‌ها 2.5. یا میتونیم بگیم آقا 4 منهای 1.5 که میشه 2.5 دیگه. الله. این از این سخت نداده بود خدا وکیلش، یعنی فقط یه عدد گذاری داده بود. این مرحله 1، اینم مرحله 2. الله بچه ها، اینم از این. خب تست بعدی که میخوام براتون حل کنم در مورد رسمه، با ما همراه باشین. خب بچه ها بریم توی رسمه ها، گفتیم دوتا رسم کن. خب ما یه روش سریع میخوام بهتون یاد بدیم، جمع کنیم بریم داستان. اول ریشه قدر مطلق، یعنی بیا 3x منهای 6 رو مساوی 0 قرار بده. 3x شما این 6 میره اون ور میشه 6، طرف این تقسیم بر 3 میشه، پس x شما در میاد عددی 2. اوکی، خب پس اینجا 2 رو معلوم میکنی. بریم بعدی، آقا 2x منهای 3 مساوی 0، 2x مساوی 3، طرف این تقسیم بر 2، x شما در میاد 3 دوم. اینجا هم 3 دوم رو مشخص میکنه. اوکی، حالا اگه مثلا بیایم اینجا رو مثبت بذاریم، اینجا تنوع بدیم، اینجا میشه مثبت، اینجا میشه منفی، اینجا هم میشه منفی، از 3 دوم میاد رو منهای 3 دوم، برای تنوع این کارو کردیم. آها آه بیا هم چیزی نداریم دیگه. خب حالا گفتیم آقا تو مثبت نباش، تو منفی هم باشه. خب آقای امینی میخواد یه اتفاقی بیفته، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ خوب نگاه کن، میخوام رسم کنیم. بچه پشت قدر مطلق رو نگاه کنید، یا مثبت یا منفی، یا مثبت یا منفی. آقا اینجا مثبته، اینجا هم برای تنوع منفی میذاره. خوبه، مثبت 7 منفی 8 تموم شد. یه 7 یه 8. حالا بعضیا خیلی جیرن میگن آقا ببخشید این دسته چه میره این بالا؟ خب اینجا، یا این دسته چه میاد این پایین؟ محل برخورد این دست رو با محور ایگرگ ها معلوم کنه آقای امین، یعنی این نقطه و این نقطه رو دقیق بگو چه عددی هم بگیم. خیلی خب بذار با یه رنگ بزرگتر معلومش کنیم. بیاییم و شما، خب شما هم بیاییم ور. آقا ما این دوتا رو میخواییم، میبینید در چه دیگه خیلی روشن و خوبه. خب دانش آموز میدونه این دسته هم باید امتداد کنه بره به سمت بالا، این دسته هم توی داره میاد پایین. بچه ها این محل برخورد با کدوم محوره؟ دانش آموز میگه بله دیگه با محور ایگرگ ها. اگر با محور ایگرگ ها برخورد کنه، ایکس چنده؟ ایکس صفره. کافیه بیا اینجا به جای ایکسش بذاری چه عددی؟ ایکسشو بذاری صفر. ایکسشو بذاری صفر، این کلا میشه صفر، میشه قدر مطلق منهای 6. همه هم میدونن قدر مطلق منهای 6 خروجیش میشه مثبت 6. اوکی تموم شد. بعدی یک، آقا این محل برخورد با محور ایگرگ ها چه نقطه ایه؟ دانش آموز اینجا میگیم آقا محل برخورد با محور ایگرگ اینه، ایکسش انده ایکسش صفر. اگه ایکسش بذارم صفر چه اتفاقی میفته؟ در میاد مثبت 3. خب مثبت 3 خروجیش انده بچه ها مثبت 3، اما یه منفی هم پشتشه، پس جواب میشه چی بچه‌ها؟ منفی 3. حله اینجا در میاد مثبت 3، اما حواستون به این منفی هم باشه، من یه لحظه منفی رو ندیدم. اینجا منفی بذاری خروج در میاد منفی 3. شکل هم نگاه کنید بچه‌ها تو ایگرگ های چیه؟ منفی هستش. اینا از دیگه رسم از این سریع‌تر می‌خوای بهتر می‌خوای نداریم دیگه آقا تموم شد. مدل بعدی، مدل بعدی مدلی هست که ایکس شما اینجا ناکنین ضریب داره، اینجا ایکس شما ضریب نداره. ایکس شما ضریب نداره، بهترین روش روش انتقال بالا پایین چپ راست. نگاه کن آقای امینی، پشتش یه منفی داره، یعنی هفته یا هشتی میگی هشتی، یعنی این شکلیه. خب روش یادتون میاد یه روشی گفتم اول مرکز رو حساب کن بچه، مرکز ایگرگش چنده؟ میگی خب رادیکال 3. این عدد رو چیکار کن بچه؟ قرینه کن، میشه مثبت رادیکال 3. پس اینجا رادیکال 3، اینجا هم رادیکال 3. تو گزینه ها قشنگ نوشته رادیکال 3، می رادیکال 3 و رادیکال 3 رو به دست میاری. 7 یا 8 دانش آموز میگه آقا 8، 8 رو بزن و تمام. تموم شد رفت پی کارش. به اینا میگه رسم سر. تستام همینه دیگه، میگه آقا کدام گزینه؟ چون گزینه ها رو نگاه میکنی میگی به شکل 8 باشه، نقطه مرکزش هم به دست میاری، تمام. دیگه نگاه کنید علی آقا لطفا کل تخته رو برای بچه ها یه نگاه سریع بریم با هم از ابتدا تا انتها، من رو تصویر توضیح بدم.
اولیش مقدار تابع بود هنگامی که قدر مطلق داشت، دومیش مقدار تابع بود هنگامی که قدر مطلق داشت، سومیش رسم بود، رسمی که ایکسش ضریب داشت، چهارمی رسمی بود که ایکسش ضریب نداشت و ما به روش انتقال حلش کردیم. آقا انتقال چی بود؟ دوستانی که ندیدن کلیپ ها رو برن از ابتدا رسم تابعی درجه دو یا سهمیه رو نگاه کنن، اونجا کلی داستان تعریف کردیم. خیلی ممنونم که با ما همراه بود. سراسری داخل کشور 98 به عنوان حسن ختام برای قدر مطلق. گفته شکل روبرو نمودار کدام تابع است؟ 4 تا گزینه داده قدر مطلق داره. شکلم دارم نگاه میکنم. دانش آموز میگه آقا امین تو قدر مطلق درس دادی همش 7 و 8 بود. این چرا این شکلیه؟ یک دستش بالای دستش پایینه. میگم خب قطعا قدر مطلقش رو تغییر داده یا یه تیکش قدر مطلقی. چون شما عادت دارید که قدر مطلق رو میبینید مثل گزینه 3 و 4 باشه، مثل گزینه 1 و 2 نیستش. اوکی، قدر مطلق 7 و 8 3 و 4 هستند. بچه من از شماره 4 رسمش میکنم. شماره 4 رو نگاه کنید و اینم شماره 3. پس این گزینه 4، این هم گزینه 3. خب از 3 شروع میکنیم که راحت تر. اوکی علی آقا بی زحمت دوتا تصویر بچه ها ببینن، مرسی. قدر مطلق x منهای 1 منهای 1 گزینه 3. خب بچه ها ما گفتیم مرکزش رو به دست میاریم. مرکزش چجوری بود؟ گفتیم آقا داخل قدر مطلق قرینه مثبت 1 اون عددم هرچی هست باشه، پس میشه مثبت 1 منهای 1، اینا رو میچسبونیم به هم میشه مرکزش. پشتش مثبته پس شبیه 7 باید در بیاد. بریم بعدی گزینه 4. دوباره اول بریم سراغ چی بچه ها؟ مرکزش. میبینید مرکزش چنده؟ داخلش رو قرینه کن میشه مثبت 1، اون عدد هم هرچی هست کنارش. بچه این عدد مثبت 1ه، مثبت 1، پس 1 و 1 رو در نظر میگیریم. از اینجا بچه ها پشت قدر مطلق نگاه کنید، منفیه اینها، این منفی این مثبت، حال کرده جا به جا بنویسه. خب دستاش هم رو به پایین. اینها رو آشنا بودید، اما یک و دوه داستان داره. دارن شما بسته نگاه کنید یا یک یا دو، چرا؟ چون قدر مطلقش یه شکل خاصیه. خب از کجا بفهمیم از کدوم باید بریم یک درسته یا دو؟ تعریف قدر مطلق نگاه کنید بچه ها. گزینه شماره یک رو نگاه کنید. آقای امینی من میخوام در مورد گزینه شماره یک صحبت کنم. بچه ما در مورد تعریف قدر مطلق گفتیم یا ایکساش تو ذات مثبته یا ایکساش تو ذات منفی. اگر ایکسای من مثبت باشه خودش میاد بیرون. نگاه کنید بچه ها گزینه شماره یک. ایکسای من اگر مثبت باشه یعنی تو اینجا باشه خودش میاد بیرون. ایکس میاد بیرون. اوکی؟ یه دونه ایکس سر جهازیشه، اینو بعد از اول تا آخرش بنویسی. پس آقای امینی این ایکس رو بنویس، این ایکس رو بنویس، چه ذات مثبت چه ذات منفی. حالا اگر تو ذات مثبت بود خودش میاد بیرون، میاد بیرون میشه ایکس. یه منفی هم کنارش داره، ایکس منهای ایکس بچه میشه چقدر؟ صفر. اگر ایکس تو ذات منفی بود، نگاه کنید، اگر ایکس تو ذات چی باشه؟ منفی باشه، پس با یه منفی میاد بیرون، یه منفی هم پشتشه میشه مثبت x که اینجا میشه 2x. بچه شکل رو نگاه کنید، میگه اگه تو گزینه یک میگه، میگه اگه تو ذات مثبتی باید به خط y مساوی صفر رسی، یعنی این خط، و اگر تو ذات منفی هستی باید به خط y مساوی 2x برسی، دقیقا برخلاف این شکل. پس تنها گزینه که میمونه گزینه شماره چنده؟ گزینه شماره 2. ما اینو تحلیلش کردیم با هم. اما باز هم برای دانش آموزا نگاه کنی، اگر ایکسای تو تو ذات مثبته، اگر ایکسای تو تو ذات منفی، یعنی این ور و این ور، مثبت ها این ورن منفی ها این ورن، مساوی صفرش هم از اینجا در نظر بگیر. اگر ایکسای شما تو ذات مثبت باشه خودش میاد بیرون، یه ایکس که این ور داره این ورم داره، یه به علاوه این ور داره این ورم داره، خب خودش میاد بیرون میشه ایکس، ایکس و ایکس میشه 2x. پس تو ذات مثبت باید به خط 2x برسی، خطی که شیبش مثبته.
اما اگه تو ذات منفی هستی با یه منفی میای بیرون، اینجا با یه منفی میاد بیرون، پس میشه منهای x، x منهای x میشه صفر. پس تو x های منفی باید به خط y مساوی صفر برسیم. این هم تحلیل سراسری 98 که واقعا اگه دانش آموز این کلیپ رو دیده بود سه سوت میگفت 3 و 4 که نیست، 3 و 4 یا 7 یا 8، این چه شکلیه؟ یا 1 یا 2، که یه تحلیل کوچولو گلابی از قدر مطلق x اولین نکته ای که ما گفتیم میکرد جوابو میزد. خیلی خوب، انشاءالله که این مبحث و این مطلب رو خوب یاد گرفته باشیم. بریم ادامه تابه که ببینیم از چه قرار.